قیام عیسی مسیح بزرگترین عید بعد از کریسمسه که نه تنها مسیحیان بلکه مردم همه دنیا اونو به بزرگی جشن میگیرن و به تعطیلات میرن. اینجایی که ما اومدیم شهر بازی نیست. تمام این غرفه و وسایل بازی رو فقط برای جشن گرفتن این ایام آماده کردن. این ایونت به مدت 5 روز ادامه داره و برای اینکه به مردم بگم بازم بیاین به ما سر بزنین، یه هنرمندی رو گذاشتن اینجا که قراره برامون مجسمه‌های شنی درست کنه و تا روز آخر تکمیلشون کنه. ایام 2 تا سمبل هست که همه جا دیده میشه، تخم مرغ و خرگوش، که هر دوی اونها به معنای زندگی جدید و دوباره هستن و یه رسم مشترک هم با ما ایرانیا دارن و اونم رنگ کردن تخم مرغ در کنار خانواده است. قراره به من یه سطح بدن و من تخم مرغا رو پیدا کنم. عید قیام روز جشن و شادی است، چون طبق رومیان 5:6 ما ایمانداران به مسیح جزئی از وجود او شدیم که در زندگی تازه او شریک هستیم و مانند او پس از مرگ زنده خواهیم شد. تعطیلات عیسی برای خانواده‌هاست که با همدیگه بیان بیرون و خوش بگذرونن. یکی از تفریحات مورد علاقه بچه‌ها با خانواده‌شون چیه؟ دیدن حیوونا. برای همینه که اینجا رو همیشه پر از حیوانات خوشگل و بامزه می‌کنن که بچه‌ها بیان و بهشون نزدیک بشن و دوستی با حیوانات هم یاد بگیرن. سنگینه، خیلی سنگینه واقعا، یعنی من همین که بلندش میکنم خودش خیلی، ولی یه بار دیگه امتحان میکنیم. من بعد از کلی تلاش یه دونه اردک زدم، میگه باید 4 تا بزنی تا باید یه عروسکی چیزی بدیم، برای همینه که من تو اوج خداحافظی میکنم. باز دیگه هم بعضیاش موفقیت آمیز بود. میخوام برم که سعی کنم این حلقه ها رو بندازم توی این شیشه های نوشابه. اینجا ما میتونیم از فرهنگ های مختلف هم تفریحاتشون رو ببینیم. یکی از چیزا که من دوست داشتم اینجا هنای هندی بود که میخوام یه نقش کوچیکش رو روی دستم بزنم. قیام مسیح بعد از 3 روز بخش مهمی از ایمان ما مسیحیانه، چون دلیل نجات ما از مرگ روحانی و امید ما به حیات جدیدی که خداوندمون وعده داده. برای همین درسته که رسم و رسوم این عید خیلی قشنگن و خانواده‌ها رو دور هم جمع میکنه، اما باید یادمون باشه که اصل این دور همی‌ها باید جشن گرفتن پیروزی مسیح بر مرگ و قیام او از مردگان باشه. قیام مسیح بر همه شما مبارک. تا دیدار بعد، لحظه‌هاتون رنگارنگ.